به عنوان کسی که محقق تخت فولاده و الان مدت هاست داره کار میکنه و اجداد خودش هم اینجا هستن، بعضیا میگن که توی تخت فولاد حتی سحر شکنه و بعضی گفتن که مراقب باشین اینجا خیلی چیزای اتفاقات بد میفته، خوب میفته. علمایی میگن اینجا دارن که بعد از وادی السلام خیلی اینجا را شاخص کرده. صاحب کرامت هم اینجا داریم؟ من یه جمله به شما که اگه حاجت میخواییم بگیرید و بیشترین کرامت خیلی بستگی به رابطه قلبی خودتون با اون شخص دفن شده داره. یعنی بسیاری از آدم های تخت فولاد آدم های بزرگی هست، سرزمین هم سرزمین مقدسیه، به واسطه این همه اتفاقات خوب و عبادات که توش افتاده سرزمین سرزمین مهم، یعنی باید جدیش کرد. اینی که شما چقدر بیشتر از یه آدم فیض میگیرید بستگی به اون کشش و طلب خودتون داره. خب این خیلی مهمه. یعنی به نظر من مثلا شما نمیتونی بگید که خب نه سر این قبر حاجت اون قبر حاجت داره. نه واقعا اینجوری نیست. ما تخت فولاد به تجربه اینه به شما میگیم که مهم اینه که شما قصه رو جدی بگیرید. این خیلی مهم. جدی هست؟ جدی حتما هست. یعنی آدم های خیلی جدی در تخت فولاد و نزدیک به خدا و مقامات مقرب خاک هستن. شما باید با یکیشون خوب خب یه سوال داریم. من حتی دیدم که مثلا بلا شده با یه نگاه شد غیر علمی غیر واقع، مثلا یه خانومی با یه قبر شهیدی اخت میشه، همین اون سم خیلی خوبه. خب یه سوالی، شهدا زندن و خدا گفته که اصلا اونا حسابشون با همه فرق داره و من بهشون رزق میدم و شما مقامشون رو نمیدونید، اما این کسای دیگه که شهید نیستن اینجا خاکن، حالا علما، خب اینه که اهل بیت که نیستن، که فوت شدن، چجوری پس بر صاحب کرامت باشن؟ من حالا این نمیدونم دقیقا به چه لفظی بگیم، ولی مثلا بعضی ها انگار بر یک شهر مقام پدریه. مثلا ملا اسماعیل خواجوی در زمانی که افغان ها شخ زدن وایساد و پرچم نگردش. بعضی ها در بحثای نظری صدمه دیدن، بعضی ها در درون خیلی پالایش کردن و این کار نسبت به اون زمانه خودشون و اون جغرافیای خودشون حالت پدری داره. اینا نمیشه ازش گذشت. مطلب مهمیه. علامه مجلسی بر اصفهان یه حالت عادی نداره، انگار واقعا یه چتیه که واقعا باز شده و مردم اینو میفهم. این حالت پدریه رو به نظر من الان دارم به لفظ میگم، شما باید بیاین تماس وجودی بگیرید و قصه رو وجدان خیلی قابل باز شده است. عجیب ترین چیزی که توی تخت فولاد و داستانهای تخت فولاد شنیدین چی بود؟ که واقعا براتون عجیب و جالب بود، حالا غیر از بحث با رکن الدین که خیلی نکات عجیب و غریب داره، یا میر فندرسکی حالا حوضو ندارم با عجیب دلیم شویده فکر کنم. تخت فولاد آخرش قبرستونه دیگه، اولش یه قبرستونه، آخرش خیلی سریه فراتری قبرستونه، اولش قبرستونه و اولش مرگ تلخه. به هر حال یه مقداری حالت فسردگی بالاخره تو قبر هر قبرستانی هست، اما یه اولشه. ولی قطعا اگه اونس بیشتر بشه به آدم جدی بگیره کارو خیلی عمیق‌تر، خیلی عمیق‌تر یه قبرستون، خیلی فراتری یه قبرستان. درست، متشکر. سلامتش.